درود فراوان خدمت عزیزان دل، در خدمتتون هستم با تحلیل آزمون 28 شهریور. تک تک سوالات رو با هم دیگه حل میکنیم، یه سری نکته هایی که حالا تکمیل کننده سوال و پیرامون سوال رو با هم دیگه بررسی میکنیم. سوال اول در ارتباط با روش های جابجایی مواد، فصل 2 خیلی سوال سختی نیست. چی میگه؟ در هر روش عبور مواد از قشا که با صرف انرژی زیستی میباشد. دقت کنید، اگر میگفت با صرف انرژی، چون نگفته بود انرژی زیستی یا انرژی شیب غلظت، همه روش ها رو شامل میشد. اما الان گفته صرف انرژی زیستی. حالا انرژی زیستی میتونه ATP باشه، میتونه ATP نباشه. به هر حال خب میگه قطعا ذرات جابجا شده درشت میباشد. آقا روش هایی که انرژی زیستی مصرف کنه آندو و اگزو میشه، درست شد؟ انتقال فعال هم میشه. درشت بودن صرفا برای آندو و اگزوست، با انتقال فعالی مورد رد خواهد شد. مورد بعدی میگه بدون مصرف انرژی ATP است. من یه نکته تو قبلی گفتم اینجا به درد میخوره. نگاه، میگه بدون مصرف انرژی ATP است، نگفته بدون مصرف انرژی زیستی است. خب الان این میتونه با انرژی شیب غلظت پیش رفته باشه، میتونه با انرژی زیستی بجز ATP. بله آقا، مگر ما در کتاب درسیمون نداریم ATP منبع رایج انرژی است؟ بله ATP آدنوزین تریفوسفات منبع رایج انرژی است. این گفته بدون مصرف ATP. خب شیب غلظت ها که میشه قبول، خود زیستی های به جز ATP. مورد بعدی میگه اختلاف غلظت کاهش پیدا میکند اگر انتقال فعالی باشه که از ATP استفاده نکرده. این جمله رد خواهد شد. دقت کن، در کتاب درسی برای انتقال فعال میگه از انرژی قسمت هایی مانند ATP استفاده میکند و خب این تعبیر کتاب درسیه. مورد بعدی میگه پروتئین انتقال دهنده فعالیت کند، پروتئین ناقل فعالیت کند. میگه قطعا تغییر شکل پروتئینی دیده میشود. این عبارت درستی خواهد بود، جواب تست میشه. اما اگه من میمونم اینو برعکس میکردم، میگفتم چی؟ در هر روش عبوری که تغییر شکل پروتئینی دارم، این هم انتقال فعال بود، هم انتشار تسهیل شده بود، بعد میگه پروتئین انتقال دهنده فعالیت میکنه، اینجوری غلط میشد. به هر حال تو این حالت درسته این تست. مورد بعدی، در هر روشی که از بیشترین مولکول های غشا، یعنی همون فسفولیپیدها عبور میکنه، اوکی، میگه آقا تغییر دما در سرعت جابجایی مواد نقشی ندارد. مگر ما در انتشار نمیتونستیم از بین فسفولیپیدها عمل کنیم؟ چرا؟ آیا تغییر دما سبب نمیشد که انرژی جنبشی تغییر کنه؟ چرا؟ خب وقتی انرژی جنبشی تغییر میکنه، مگر سرعت جابجایی تغییر نمیکنه؟ چرا؟ بس مورد آخر هم رد میشه. سال اول سالی بودش که آقای غلامی برای ما حالا پیشنهاد داده بودن و توی این سال ما میبینیم کل روش‌های جابجایی مواد رو اومدیم وزیر ذره‌بین قرار دادیم. سال دوم اولین سال حالا جوندار آزمونه که در ارتباط با منحنی اسپیرگرام یا همون دمنگاره داره سال میپرسه. خب ما میدونیم آقا آ الان داره هوای جاری رو به ما نشون میده، بی که داره به ذخیره دمی اشاره میکنه، دی به ذخیره باز دمی، و در نهایت سی دوباره هوای جاری رو داره نشون میده. خب میگه در همه لحظات، گوش کن، در همه لحظات بخشی از هوای آ، یعنی هوای جاری رو، هوای مرده تعریف کرده که در قسمت هادی دستگاه تنفسی میمونه و به کیسه های هوابکی نمیرسه. دقت داشته باشید، هوای مرده رو اینجا آمده برای ما تعریف کرده. هوای مرده هوایی که در قسمت هادی میمونه و حالا به بخش مبادله نمیرسه. پس این تعبیر، این جمله توصیفی که اینجا آورده کاملا درسته. اما یه تزی اومده اول جمله داد. نگاه چی میگه؟ میگه در همه لحظات هوای مرده که حالا این تعریفشه جزوی از هوای جاریه. من یه سوال دارم از شما. الان من یه بازدم عادی انجام میدم. خب اگه زمانی که من بازدم عادی انجام بدم به این جایگاه برسم، مگر من هوای جاری رو خارج نکردم؟ خب چرا؟ الان دو تا فرضیه میمونه دیگه. یا من هوای مرده رو خارج کردم، تو نایم خلأ ایجاد شده،
یا هوای مرده من جزوی از ذخیره بازدمین بوده، یعنی ذخیره بازدمین اومده بالا و اون 150 میلی لیتر هوای مرده را در فرد بالغ تشکیل داده. کدومش منطقی تره؟ قطعا حالا فرضیه دوم منطقی تره. پس این جمله غلط میشه، یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا هوای مرده همیشه قرار جزو هوای جاری باشه. خیر، در حالت معمول اینه، بله، اما همیشه اینجوری نیست. تست کنکور بوده دیگه، هوای مرده تو ذخیره دمی هم میتونه باشه، تو ذخیره بازدمی هم میتونه باشه. شما بیا چیکار کن؟ بیا آقا هوای جاری تو خارج کن. خب میره تو ذخیره بازدمی. نگاه، ترجیحش اینه بره به سمت بالا، یعنی شما زمانی که ذخیره دمی داری میره تو ذخیره دمی، اما همیشه خدا اونجوری نیستش دیگه. اوکی، پس مورد اول غلط میشه. مورد دوم، نگاه میگه زمانی که فشار حالا هوای بی رو ثبت میکنی، این هوای بی ذخیره دمی، اوکی، اومده راجع به چی سوال داده؟ فشاری که در فضای جنبه. خب ما الان بعد توی این سوال گفته در ماکسیموم خودش قرار داره، باید بتونیم تشخیص بدیم آقا فشار فضای جنب چه زمانی زیاده چه زمانی کمه. میمونم دیگه بررسی میکنم. آن فیزیک که بلدی دیگه، ما یه فرمولی داشتیم پی وی مساوی با ان آر تی، اوکی اینو بلدید شما. خب آقا هرچی ما حجم رو کم کنیم فشار میره بالا، هرچی بیایم حجم رو زیاد کنیم فشار میاد پایین، اینو دیگه بلدی. خب دمت گرم. آقا الان من زمانی که دم میکنم، نگاه، من قفسه سینم نمیاد جلو، چرا؟ پرده بیرونیه مگه نمیاد جلو، چرا؟ اون پرده دومیه پشترش را میره ها، ولی نه اونقدر. اگه من از اون را میره پس چه فایده‌ای داشت من دم رو بازدم میکنم؟ پرده اولیه میره جلو، پرده دومی یک کم میره جلو، این ویه میره بالا، فضایه میره بالا، فشار میاد پایین. پس من موقعی که دم دارم انجام میدم فشار فضای جنبم داره میاد پایین، اما حالا من بیام بازدم انجام بدم اینا به هم دیگه نزدیک میشن، وی میاد پایین، چی میره بالا؟ فشار میره بالا. پس من ماکسیموم فشار رو در فضای جنب چه زمانی دارم؟ زمانی که در نهایت بازدم قرار دارم. این گفته هوای بی، هوای بی ذخیره دمیه. خیلی خوب نگاه کرده بود آقای امینزاده به این سوال، چرا دقیقاً جمع‌بندی دوم کانون از همین سوال در آورده بود. دانش آموز باید بدونه فشار در فضای جمع، فشار در شش چه زمانی در ماکسیموم و چه در زمانی در مینیمم خودش قرار داره. اما مورد بعدی، نگاه سوالو چقدر قشنگ پوشش داده مطلبو. میگه در افراد سالم این حجمایی که اینجا کشیدی علاوه بر سن به جنسیت هم وابستن، یعنی علاوه بر این که توی یک آدم 10 سال و 15 سال و 20 سال فرق دارن، اینکه زن باشه یا مرد باشه هم موثر. میگیم بله، عیناً خط کتاب درسیه آقا، هم به سن هم به جنسیت. راجع به جنسیت خیلی دقت به خرج بدید، خیلی نکته ظریفیه، حواستون باشه. کلا ما چند جای محدود داریم که جنسیت موثر باشه. کلا یکی تو بحث هورمون‌های جنسی، خب قطعا جنسیت موثره. یکی تو بحث نمای توده بدنی، همون کلمه بی ام آی، درست شد؟ نمای توده بدنی. یکی همین حجمهای تنفسی. و مورد آخر چی میشه؟ آقا هورمون‌های جنسی، نمای توده بدنی، حجمهای تنفسی، تراکم و تغییرات استخوانی. یعنی آقا این چارتا رو داری؟ تمام. غیر از اینا هر جا بهت دادن جنسیت موثره میگه غلطه. مثلا یکی از اون خفناش چیه؟ میاد میگه آقا نمیدونم فشار خون توی حالا با وابسته به جنسیت، یعنی توی زن و مرد متفاوت. میگه نه آقا من گفتم جنسیت همیناست، تموم دیگه، تموم. خب این از مورد بعدی. نگاه میگه پس از خروج حجم دی، خب آقا تو حجم دی رو خارج کرد، حجم دی که خارج میشه ذخیره بازدمی بره بیرون چی میمونه؟ یه باقی مونده میمونه، باقی مونده 1200 تایه تو یک فرد بالغ. یه نکته خفن دیگه که تو این باز استفاده نکرده، حواست باشه هر عددی ما اینجا راجع بهش صحبت کردیم مال جفت شش هستا، نمیشه برای یه شش غلط میشه. خب حالا نگاه نکته کنکور رو چقدر قشنگ تغییرش داده. میگه مقداری هوا در شش ها باقی میماند، خب اون هوای باقی مونده که طول نموداری که براش ثبت میشه تقریبا منز دیه. دانش آموز میدونید دامش چجوریه؟ بیاد بگه آقا دی هم 1300 تا 1200 تقریبا منزه 1300 تا، بس بزنم درست غلط آقا باقی مانده اصلا نمودار نداره،
اینن تست کنکور نمودار ثبت شده یه. چی؟ هوای باقی مانده. غلط، لفظ غلطه. هوای باقی مانده یعنی چی؟ یعنی تو بمیری هم خودتو تیکه پاره هم بکنی از توشت خارج نمیشه. خب چی جوری میخوای وقتی نه خارج میشه نه وارد میشه منحنی رسم کنی براش؟ پس اینم که غلط میشه. چند مورد نادرست است؟ سه مورد بچه‌ها نادرست خواهد بود. سال بعدی دست گذاشته چی؟ روی قلب. گفته آقا تو فرد بالغی ارتفاع موج QRS اومده پایین. اولین چیزی که بلدی ارتفاع موج QRS چه زمانی میاد پایین؟ چه زمانی ارتفاع موج QRS میاد پایین؟ زمانی که تو سکته قلبی بزنی. درست شد؟ سکته قلبی که میکنی آقا قلب تعطیل دیگه، خب این ارتفاع موج QRS میاد پایین. اوکی، میگه تو چند حالت شما میتونید سکته قلبی رو بزنید دیگه، چون سکته که بزنی ارتفاع موج QRS میاد پایین. حالا اینجا میشه اون نقطه ترکیبی ها که میگیم آقا یعنی کی ما سکته قلبی میزنیم. آقا وقتی میگن مثلا مضرات فلان چیز فلان کارو که میکنی سکته میزنی اینجا به درد میخوره. حالا ببینیم چیکار کرده. اولی رو بیا، گفته تقسیم بیش از حد و غیر طبیعی در فراوان ترین سلای میوکارد. این سوال کراش میدونی چرا دوست داشتم گزینش کردم؟ چون علاوه بر نکته اصلیش اومده بود با تعابیر خوب بازی کرده بود. آقا فراوان ترین سلای میوکارد قلب چی میشه؟ میشه خود ماهیچه قلبی. همیشه میگیم آقا در زیست شناسی زمانی که یه چیزی به ما میده اول ببینیم فل نفس اون قضیه درسته، حالا اگه درسته تو چه شرایطی رخ میده. اصلا ماهیچه قلبی ما که تقسیم نمیشه که. شما مگه قلبتو دو تیکه بکنی دوباره قلب در میاد هر کدومش؟ خیر، پس مورد اول غلط. میگه سخت شدن دیواره مثل بسته شدن سرخرک ها. خب اینا میتونه اگه به حالا سلای مال خونرسان های قلبی یا همون اکلیلیا باشه سبب سکته قلبی باشه، کاملا متن کتاب فصل 4 دهم. پس این میتونه. میگه افزایش بیش از حد نوعی بافت پیوندی که فضای بین سلولیش از بافت پیوندی سست کمتر. آقا ما فضای بین سلولی رو برای 3 تا بافت پیوندی میتونستیم بررسی کنیم دیگه. گفتیم آقا متراکم بحث فاصله که میشه، نگاه بحث فاصله یا فضا میشه متراکم بیشتر از سست، سست بیشتر از چربی. خب الان کمتر از سست چی میشه؟ میشه چربی. اینو یه ترجمه بکنیم با هم. افزایش بیش از حد بافت چربی. خب افزایش بیش از حد بافت چربی یعنی یارو چاقیه دیگه. خب الان مگر ما توی مضرات چاقی تو جزوا نگفتیم سکته قلبی؟ چرا؟ اینم میشه میره رد کارش. بعدی رو بیا، الکل مثل برخی مواد موجود در شیرابه تعدادی از گیاهان. بچا الکل رو مضرات چه بررسی کردیم؟ گفتیم آقا تو ریفلاکس نقش داره، توی حالا عرض کنم خدمتتون اعتیاد نقش داره، سکته قلبی فلان فلان فلان. چی؟ سکته قلبی. خب الکل سبب سکته قلبی میشه. مضرات الکل رو خیلی خوب بلد باشید، پرتکراره. برخی مواد موجود در شیرابه تعداد گیاهان. آقا مگر ما نخوندیم برخی از اینها میتونیم بیایم و ازش دخانیات ایجاد کنیم؟ چرا؟ مگه برای دخانیات سکته قلبی نخوندیم؟ این موردم درست میشه. گفته آقا تو چند مورد میتونیم این قضیه رو ببینیم؟ 3 مورد. درست شد؟ خب آقا پس در 3 مورد اینا ما میتونیم فرآیندهایی رو ببینیم که در نهایت به سکته قلبی ختم میشه. سال بعدی میگه در ارتباط با انعکاس تخلیه ادرار کدام گزینه نادرست است؟ میگه در صورتی که ادرار جمع شده در مثانه از حد مشخصی فراتر رود. یه نکته ای رو اینجا حالا ازش تست ندادیم، اینجا بهش گیر ندادیم. دقت کنید پر لازم نیست بشه ها، نمیخواد فیکس پر بشه بچه ها برید که، نه از حد مشخصی فراتر بره. انعکاس دفع ادرار به راه میفته. درست، مشکلی نداره. میگه با فعال شدن انعکاس دفع ابتدا گیرنده که ششی تحریک میشه. بچه ها اینجا رو نگاه کن، میگه فعال که میشه بد گیرنده که ششی تحریک میشه. متن کتاب چی میگفت؟ میگفت آقا زمانی که گیرنده های کشیشید اومد تحریک شد پیام میفرسته، بعد انعکاس دفع ادرار داری. پس اینجا ما یه جا به جای زمانی داریم، جواب میشه گزینه دومی. مورد نادرسته. اوکی، مورد جیم میشه دام این تست. نگاه چی گفته؟ میگه تو همه کودکان، نگاه داره میگه در همه کودکان، داره به تز میده، هر دو بخش حرکتی دستگاه عصبی در تخلیه مثانه نقش دارن. خب آقا ما دستگاه عصبی رو اومدیم گفتیم مرکزی داره محیطی.
خب ما محیطی کار داریم، گفتیم آقا حرکتی داره و عرض کنم خدمتون حسی. حرکتی رو گفتیم پیکری داره و خودمختار دیگه. ما به این تیکش کار داریم، پیکریش و خودمختارش. اوکی؟ خب آقا توی این پیکری و خودمختار آیا توی همه کودکان میتونیم بگیم که میاد و در تخلیه مثانه نقش داره؟ بله که میتونیم بگیم. آقا مگر تو بنداره داخلی و خارجی نداری؟ مگه نمیگی داخلی ماهیچه صافه، خارجی ماهیچه اسکلتیه؟ چرا؟ نکته آقا ماهیچه صاف و اسکلتیه. زمانی که ماهیچه اسکلتی صاف که آقا کلن میشه خودمختار، تکلیفش هم مشخص. اسکلتی کلن میشه پیکری، تکلیفش هم مشخصه. یعنی چی؟ یعنی شما ارادی باشی، غیر ارادی باشی، هر حالتی باشه، ماهیچه اسکلتی قطع به یقین نوعی حالا تحت تاثیر اعصاب پیکری قرار میگه. پس این جمله هم درست خواهد بود. و آخری میگه مرکز تنظیم انعکاس دفع نخواه. بله که گیرنده های کششی بهش پیام میدن. دقت کنید، گیرنده های کششی مثانه به نخواه پیام میدادن و گیرنده های کششی نایجه و نایجک به بسهل و نخواه. ما دو جا گیرنده کششی خوندیم. باز اینو نری با گیرنده فشاری قاطی کنی ها. ما دو تا گیرنده کششی خوندیم، یک گیرنده فشاری خوندیم در دستگاه گردش خون. میگه تخلیهش تو فرد بالغ وابسته مخ. بله آقا فرد بالغ تخلیه داره به صورت ارادی انجام میده. پس این جمله درست خواهد بود. میریم سال بعدی، سال آقای نامور در حالا ارتباط با تقسیم میاس. دو سالات ساده و روون ماست. به هر حال ما در کنکور از اینجور سالات زیاد میبینیم. میگه در تقسیم میاس ممکن نیست در پروفاز یک کروموزوم ها فشرده شوند و سپس از طول در کنار هم قرار بگیرن. خط کتاب را اگه بررسی کنیم میگه کروموزوم ها از طول در کنار یکدیگر قرار میگیرن و فشرده میشن. پس این ترتیب زمانی که این گفته کلا اشتباهه و جمله اول غلط میشه. گفته ممکن نیست جواب بشه گزینه یک. بقیه حالا نکته ها میگه سلول حاصل میتونه تریپلوید یعنی 3N باشه. بله اگر سلول والد 6N باشه سلول حاصل میشه 3N. این قضیه رو خیلی راحت میتونیم تعمیم بدیم. آقا سلول حاصل همیشه هاپلوید نیست، اندوسپرم همیشه 3N نیست، دو هسته‌ای همیشه N به علاوه N نیست. کلا حواستون باشه همه اینا در شرایطی که سلول والد 2M باشه. اگر مثلا 6N باشه سلول حاصل تریپلوید میشه. میگه پس از پایان مرحله اول یعنی سلول های حاصل از میوز 1 که میخوام برام میوز 2 رو انجام بدن، سلول دو هسته‌ای دیده میشه. بله کاملا درسته. همانند میتوز در مرحله تلوفازش کروموزوم های تک کروماتیدی. بله در تلوفاز دو این عبارت درست خواهد بود و جواب میشه هم گزینه اول. سال بعدی سال امیر کیان جزء جانوری هاست. کدام گزینه عبارت را به درستی تکمیل میکند؟ میخوایم یه جانوری درست حسابی بزنیم. در هر جانور سالم و بالغ چه فاگوسیت دیده میشه؟ درست شد؟ خب فاگوسیت رو ما کجا میبینیم؟ در خط دوم دفاعی. خب آقا علنا میتونیم بگیم هم مهره دار و هم بی مهره، اما الان میخوایم دقیقا بررسی کنیم کجا ما فاگوسیت ها رو دیدیم. آقا قطعا توی انسان به عنوان نماینده حالا عرض کنم خدمتتون مهره دارا میتونیم فاگوسیت ها رو ببینیم. درست شد؟ حالا عرض کنم خدمتتون 4 تا در فصل ایمنی برامون ذکر کرده دیگه. نوتروفیل رو گفته، عرض کنم خدمتتون که حالا سلای دندریتی رو گفته، ماکروفاژ رو گفته و ماستوسیت ها. علاوه بر این ها نکته سلای سرتولی رو هم ما داریم که حالا بیگانه خاری میان انجام میدن. خب آقا اینا میشن سلایی که در انسان میان و بیگانه خاری میکنن. اوکی علاوه بر انسان ما در هیدر هم فاگوسیت میبینیم، یعنی سلای دیواره داخلی. نکته همه فاگوسیت ها برای صرفاً برای ایمنی نیست، در هیدر میتونن در گوارش نقش داشته باشن. علاوه بر اون در ستاره دریایی همون جانوری که لارو شفاف بود ایلیا مشنیکوف با استفاده از همین فاگوسیت رو تشخیص داد. پس این هم میشه. خب آقا الان گفته فشار حاصل از انقباض قلب. قلب رو ما در دستگاه گردش حالا چه باز چه بسته میدیدیم دستگاه گردش خون. آقا در هیدر ما حفره گوارشی داریم، در ستاره دریایی به معنی بیماره کلا دستگاه گردشیش همچین حالت قلبش کجا بود؟ مورد اول غلط میشه چون قطعیت از ما میخواد.
مورد دوم میگه لقاح داخلی. لقاح داخلی یکی از تغییرات کتاب درسیه، روش تاکید میکنیم همیشه در کلاس ها. در کتاب جدید برای سخت پوستان و اینها کلا گذاشتش کنار، دیگه راجعش صحبت نکرده، گفته کلا در خشکیزی ها دیده میشه. اوکی آقا، جانور خشکیزی میگه نیروی ایجاد شده به وسیله ساختارهای مایچه‌ای در خلاف جهت حرکت جانوره. بچه‌ها این اساس حرکته. اگر خاطرتون باشه گفتیم دو مورد در همه جانوران مشابهه، اساس حرکت، اساس تولد مثل جنسی. یعنی این دوتا رو اینجا میتونست بمیست خیلی راحت درست بگیره، اصلا جانور باشه، فقط کافیه یه جانوری داشته باشید لقای داخلی. بله خشکیزی ها جواب گزینه دوم. سوال بسیار سوال ظریف و قشنگی بود. در هر جانور سالم و بالغ که دستگاه گردش خون وسته دیده میشه، گردش خون وسته رو ما تو کیا میبینیم؟ در همه مهرداران بجز حالا دوزیستان، حالا نوزاد دوزیستان و ماهی ها. پس یعنی دوزیستان بالغ، خزندگان، پرندگان و پستانداران دارن این مورد رو. میگه پیچیده ترین شکل کلیه دیده میشه. خیر، پیچیده ترین شکل کلیه رو در کیا داریم؟ در خزندگان، پرندگان و پستانداران. دوزیستان دیگه نیستش اینجا، پس این مورد رد میشه. میگه آقا تنفس آبشوشی داره. اوکی اینو بذاریم کنار. ماهی ها رو که قبول دارید تنفس آبشوشی دارن، اصلا بیمهره هاش هم کار نداریم. برخی از سخت پوستان مثل میگو خرچنگ هم کار نداریم. ستاره دریایی هم که ساده ترین آبشوشی رو داره کار نداریم. با همون ماهی ها. میگه در ساختار استخوان های خودشان دقت کنید که همه جانوران اساس حرکتشون مشابهه. همه جانوران اسکلت دارن. همه جانوران پلانایا بدات اسکلت داره، ماهیچه داره، نباید بترسی. اما ماهی ها اسکلت دارن، استخوان ندارن. زمانی که استخوان نداشته باشید به تبع مغز استخوان هم نخواهید داشت. اگر من میخواستم از این تست تر کنم میومدم روی حالا بحث بلوغ گلبول های قرمز هم یه صحبتی میکردم. بچه ها بلوغ گلبول های قرمز رو هم در ماهی ها نمیبینیم. باز دقت کنید، نگید اگه استخوان نداره مغز استخوان نداره بلوغ گلبول قرمز کجاست. نکته کانون پارسال، آقا ما میگیم بلوغ گلبول های قرمز در انسان و بسیاری از پستانداران دیده میشه، این ماهیه. اوکی مورد بعدی، سال کیارش جزو باز سالهای سخت، سال جونداری تر کرده بود. خب آقا پوست انسان پایین ترین گیرنده های موجود در پوست انسان رو بس کرده. میگه آقا پس از اصلا کار نداریم اینجا رو بیا. پس از تغییر شکل داده پیام عصبی ایجاد میکنه. اینم اصلا قبول. میگه از طریق ریشه پشتی نخا میره. شما الان تو صورتتون پوست ندارید. چرا؟ آقا بحث نخا مال گردن به پایین بود، تمام. سر و صورت کلن مال مغز، اصلا به نخا نمیره. اعصاب مغزی داشتیم ما. پس این جمله رد میشه به راحتی. گیرنده های دمایی، آقا گیرنده های دمایی در پوست وجود دارن که به تغییرات دمایی سطح پوست حساسن. بحث ما هم پوسته. گیرنده های دمایی در درون بدن وجود دارن که به تغییر دمای درون بدن یا همون خون حساسن. میگه گیرنده دمایی موجود در پوست به تغییرات درون بدن حساسه. خیر، این جمله هم غلط خواهد بود. مورد بعدی، میگه هر گیرنده تماسی، نگاه، میگه هر گیرنده تماسی در مجاورت، باز تعبیر چقدر قشنگ از تعبیرات سوال در آورد، با سلول های بافت پیوندی هسته این نزدیک به غشا. خب آقا این همون جنبندی هسته ها بود با هم دیگه رفتیم. مثلا گفتیم هسته فشرده اسپرم، هسته مرکزی و درشت سلول مریستمی، یادته؟ گفتیم آقا هسته چند قسمتی نوتروفیل، چند هسته ای مایچه اسکلتی، درست شد؟ روی هم افتاده میشد چی؟ میشد بازوفیل، دمبلی شک اوزینوفیل، گرد و بیزی رو داشتیم برای لنفوسیت، خمیده و لوبیایی رو داشتیم برای مونوسیت. اومدیم یه تیک کم گفتیم هسته های نزدیک به غشا. خب ما هسته نزدیک به غشا رو کجا خوندیم؟ هسته نزدیک به غشا رو تو نوروگلیای میلینساس خوندیم، بله. هسته نزدیک به غشا رو نمیدونم توی بافت چربی خوندیم، بله. هسته نزدیک به غشا رو تو مایچه اسکلتی خوندیم، تو مایچه قلبی نخوندیم، پس تو هر مایچه مخططی نیست و و اینا. همه رو کامل جمع‌بندی کردیم. الان اینجا هسته نزدیک به غشا دنبال چیه؟ دنبال بافت پیوندی بود. کدوم بافت پیوندی؟ دنبال چربی بود. آقا همه‌شون کنار چربی ان، غلط میشه رد کارش. اما بعدی میگه فوقانی ترین گیرنده ها، خب گیرنده های دردمون، پس از پاسخ موضعی که به دنبال آسیب بافتیه، یعنی درد داره،
برخی کانال‌های درشدار خودشون رو باز می‌کنن، بله تحریک میشن کانال‌های درشدار استودیومی رو باز می‌کنن. جواب گزینه 4. سال بعدی دوباره جو سال‌های قشنگ آقای نامور. یکون چت قشنگ میاد این آزمون‌ها. بچه‌ها گزینشی انجام دادم، سعی کردم نگاه‌های گوناگون که مجموعاً نگاه کنکور 99 میشه ها. آقا در ساختار چشم انسان، خب انقباض تار آویزی، اصلا تار آویزی ما هیچ هست که منقبض بشه. میگه در داخلی ترین لایه چشم تعبیر شبکیه، رگ خونی نداریم. خیر بنویس نکته، در همه لایه‌های چشم رگ خونی داری. ماهیچه های درون کره چشم، تست کنکور 97 رو بازی گرفته. آقا ماهیچه های درون کره چشم، ماهیچه های اطراف کره چشم، اینا همه اسکلتی، درون کره چشم همه صاف. ما در درون چشم ما ماهیچه اسکلتی نداریم آقا، نداریم. یعنی توی چشم ما اعصاب پیکری نمیره کلن، یعنی توی چشم ما گیرنده وضعیت نداریم. گیرنده وضعیت رو گفت کپسول مفصلی، ضربه ماهیچه اسکلتی. بنویس ماهیچه فقط اسکلتی گیرنده وضعیت داره. خب اینجا که اسکلتی نشیم. جواب گزینه 3 میگه جسم مژگانی حلقه بین مشیمیا و عدسیه. خط کتاب این از اون خطوطی که در میره از زیر دست، حلقه بین مشیمیا چی؟ عربی است. جمله آخر هم غلط میشه. میریم سوال بعدی، سوال آقای امینزاده. آقا کدام گزینه عبارت را به درستی تکمیل می نماید؟ در ارتباط با ساختار مغز انسان اومده یک سوال ترکیبی قشنگ در آورده. ما توی کنکور 99 سوال این مدلی خیلی داشتیم. آقا مرکز اصلی تنظیم تنفس، میگیم بسل و نخا. یه جنبندی بریم برای تنفس با هم دیگه. کلن تنفس دوتا مرکز داره، پل مغزی، بسل و نخا. اگر گفتم مرکز اصلی میگه بسل و نخا، اگر گفتم مرکز بالایی میگه پل مغزی. پس بسل و نخا پایینی و اصلی، بالایی هم که پل مغزی. ارتباط با نایژه و نایژک بسل و نخایه. گرفتن پیام حسی از شش بسل و نخایه. فرستادن پیام حرکتی به شش بازم بسل و نخایه. کلن آقا پل مغزی مدت زمان دم تنظیم میکنه، اونم با همون بسل و نخا. گفتن آقا گیرنده های حساس به کاهش اکسیژنش پیام بده و سلان نخواهه. گیرنده های حساس به افزایش CO2 رو داشته باشه و سلان نخواهه. خب اینا همه رو من بلدم. میام میگم آقا میاد یه سیناپسی میده به ماهیچه دیافراگم که سبب پایان فرایند دم بشه. درسته که گفتم ارتباط با ماهیچه، ارتباط با ششرب به سلان نخواه داره. نکته ماهیچه اسکلتی، دیافراگم ماهیچه اسکلتیه، ماهیچه اسکلتی سیناپس مهاری نداره، پیام استراحت نداره. باز نری بگی گفت کلن ماهیچه ها پیام استراحت نداره. ماهیچه قلبی پیام استراحت داره. چرا؟ تو مگه نمیگی پیام انقباض و استراحت به سرعت در قلب منتشر میشه؟ چرا؟ پس ماهیچه قلبی استراحت داره، ماهیچه اسکلتی نداره. خب مرکز انعکاس بل میشه بسل و نخا. خب میگه آقا میتونه بیاد بر اثر بر مرکز تنفس در نزدیکی خودش بیاد تنفس رو مهار کنه. یعنی مرکز بسل و نخا بلش بر مرکز تنفسی که کنار خودشه. یعنی چی؟ یعنی تنفس بسل و نخا تنفس رو مهار نماید. این جمله درستی خواهد بود. گیرنده حساس به کاهش گاز تنفسی، یعنی حساس به کاهش اکسیژن. نکته همین الان گفتم گیرنده های حساس به کاهش اکسیژن اصلا در ساختارهای مغزی نیستند، در سرخرک ها بودن. افزایش سودا بله تو بسل و نخا بود. مرکز تنفسی بالاتر گفتم چی میشه؟ پل مغزی. گفتم از جای پیام نمیگیره. جواب گزینه 2. سال بعدی پرده محافظت کننده از جنین، سال شایان، که دارای بخش های انگشتان ماننده، یعنی کوریون. آقا کوریون و پرده ها مال هفته 4 دوره جنسی است. وقتی وقایع هفته ها رو بررسی میکردم اینجا رو خیلی تاکید کردم، ترشح آنزیم، آنزیمی که میخواد بره جایگزین کنه توسط تروفوبلاسته. اصلا با هفته میریم، این هفته 3 این ممکن نیست. کوریون در تشکیل جفت و بند ناف نقش داره. ترشحاتش که همون HCG باشه میاد و اساس تستای بارداری میشه. اما مورد 2 در شکل کتاب درسی میبینیم آمونیوم یا همون قسمت آبی رنگ در مجاورت یکی از لایه های زاینده جنی قرار گرفته، اما کوریون دور تا دورش رو گرفته. یعنی اگر لایه های زایندت باشه این میشه آمونیونت، این میشه کوریون. این شکل هم کنکور 99 تست داشت که شاید روش دست گذاشته. این مورد هم درست خواهد شد. آقا سال بعدی
چی میگه؟ چند مورد ارتباط با دیابت شیرین. دیابت شیرین پیامدهاش چیه؟ اول از همه اصلا دیابته، پس پرنوشی داره، پر ادراری هم داره دیگه، درست شد؟ پرنوشی و پر ادراری رو داره. اوکی، خب دیابت شیرین، پرنوشی، پر ادراری رو داره بخاطر دیابت بودنش. حالا دیگه این بیمزه نیست، دیابت شیرینه. دیابت شیرین روی اسید چرب و حتی پروتئین ها تاثیر میذاره. نگاه، حتی پروتئین ها. گفتم وقتی دیابت شیرین بگیری یا اوضاعت وخیمه یا وخیم نیست. اگر اوضاع وخیم شد سمت پروتئین هم میری. پس هر چیزی که تحت تاثیر پروتئین باشه میتونه، نگاه، میتواند تغییر کند در دیابت شیرین. نگفتم همیشه ها، اگر این همیشه بود مثلا میگفتم اوره در ادرار زیاد میشه، غلط بود. نه، بودم میتونه حالا بیاد و تغییر کنه در ارتباط با دیابت شیرین. اسید چرب و حتی پروتئین ها میاد. سه تا پیامد داره، چون دلیلش هم خیلی همش رو کامل نمیخونی، تو کلیه یادت میره. سکته قلبی، نابینایی، نارسایی کلیه. نگاه، واسه هر کدوم از اینا داستان داره. مثلا سکته قلبی ارتفاع کیارس رو میاره پایین. آقا نارسایی کلیه چیکار میتونه بکنه؟ نارسایی کلیه میتونه سبب عدم دفع اوریک اسید بشه. عدم دفع اوریک اسید میتونه سبب نقرس بشه. نقرس نوعی التهابه. حالا برو بنویس قرمزی، تورم، گرما، درد، ترشح بگی شیمیایی، هر چی میخوای بنویس. این میشه پیامدهای دیابت شیرین. خب آقا اختلال در حواس ویژه، نابینایی، گروهی از سلای کبدی. وقتی سوخت و ساز پروتئین رو میبری بالا، نگاه، سوخت و ساز پروتئین رو بردی بالا، چی میشه؟ آمونیاک زیاد میشه. مگه نباید آمونیاک رو تبدیل کنی به اوره؟ خب چرا؟ آمونیاک میخواد تبدیل شه به اوره، میاد CO2 بهش اضافه میشه. در کجا؟ در کبد. همینو میتونست بنویسه افزایش مصرف CO2 در کبد. بله، علائمی مشابه کسی که سنگ سه صفرا میگیره. آها، چه علائمی میتونه داشته باشه کسی که دیابت شیرین داره با کسی که سنگ صفرا داره؟ آها، تو وقتی پروتئین رو داری تحت تاثیر قرار میدی قطعا مشابه داره، با الکل هم مشابه داره. میگیم آقا وقتی پروتئین خراب میشه، نمونه مثلا پروتئین انعقادی خراب شه، خب آقا سنگ کیسه صفرا هم ویتامین K نداری، بله، یون کلسیم نداری چون ویتامین D نداشتی، خب اینم میشه. بله، اولی جوابه. چرا جوابه؟ آقا درسته که شما میای اسید چرب و پروتئین مصرف میکنی، میای پیاش خون رو کم میکنی، بعد در پیش میری پیاش ادرار رو کم میکنی. همیشه میگم آقا خون زورش به ادرار میرسه، پیاش بره بالا، ادرار میبره بالا، بیاد پایین، ادرار میاره پایین. هر اتفاقی افتاد میزنه تو ادرار، میخواد هموستازش رو حفظ کنه دیگه. خب آقا نکته وقتی پیاش ادرار کم میشه، ترشح یون هیدروژن زیاد میشه، بازجذب بیکربنات هم زیاد میشه. ولی ما اصلا ترشح بیکربنات و بازجذب هیدروژن در بدن انسان در کلیه نداریم، کلا نداریم. ترشح یون هیدروژن میرفت بالا، بازجذب بیکربنات میرفت بالا. سخت‌ترش کن، میای میگی فعالیت پروستات هم میره بالا، بله، چون اسیدی شد و پدرش در میاد خونسا کنه. اما این اصلا کلا وجود نداره. جواب گزینه یک میشه. خب این تخته دوباره خسته شد. خب بریم قسمت پایین، من اینو پاک کنم. خب نه، اوکی، الان خب چی گفته؟ در مورد آبشوش های ماهی کدام مورد نادرست است؟ دوباره تست های نامور، جز تست های روان و قشنگ، سبک قشنگه. آقا کمان آبشوشیه متصل به رشته ها و خارهای آبشوشی است؟ بله. تیغه های آبشوشی درون خارهای آبشوشی قرار دارن؟ خیر، درون رشته های آبشوشی قرار دارن. بس تراکم شده بچه ها. ما تو تراکم میگیم کلا ما اول کمان داریم که تعدادش از همه حالا کمتره. اینو من واگش کنم. خب آقا یه کمان داریم، تعدادش از همه چیه؟ کمتره. بعد از کمان، حالا اون که تعدادش کم بیشتره خاره، بعد میشه رشته، بعد میشه تیغه که با تعداد شبکه های مویرگی چیه؟ برابره. خب الان گفته تراکم رشته از خار بیشتره، بله درست. جهت جریان خون آب هم متفاوته، بله متفاوته. چرا؟ چون تبادل و کارایی رو ببره بالا. مثلا جهت جریان خون و ادرار هم در کلیه انسان متفاوته. دوباره دست سمیر محمد. آقا در نشخوار کنندگان همیشه غذا بعد از فلانجا میریزه فلانجا. خب میخوایم بررسی کنیم این کلمه کلیدی سوال چیه؟
همیشه زیر همیشه دانش آموز زرنگ سر جلسه خط کشیده. همیشه بعد از دهان کجا میره؟ همیشه بعد از دهان میره تو چی؟ میره مری، رای دیگه نداره. میگه مری معادلش در انسان، یعنی مری انسان. آمیلاز رو میریزه تو فضای لوله. غلط. آمیلاز رو مری ترشح نمیکنه. مری آمیلاز داره، ولی آمیلازی که مال قدرت بزاقی بودن، ترشح آنزیم نداره. کوچیکترین بخش معده. یعنی چی؟ یعنی همون نگاریش. حالا غذا بعد نگاری میتونه برگرده تو چی؟ برگرده بیا تو مری، میتونه بره تو هزالا. میگه یاختهاش بخش اعظم آب رو میگیره، میشه هزالا. بگه یاختهاش فشار اسمازی محتویات رو میبره بالا، پتانسیل آب محتویات رو میاره پایین، اینا همش میشه هزالا. اومد و رفت تو چی؟ رفت تو مری، برگشت، نشخار کرد، نشخار میکنه. این در مری غذا بعد از مری ممکنه بره سمت دهان، برگشتی باشه، ممکنه بره سمت سیرابی. میگه در گاو پایینش برجسته است. بله سیرابی همچین شکلی داره قسمت پایینش، اما دهان چی؟ اما آخرش اتاقه که لای لای هزارلا. گفتیم آقا از هزارلا به اون ور دیگه یه طرفه، دیگه یه طرف است. گفتیم از مری سه بار رد میشد غذا، دهان و سیرابی و نگاری، چون رفت و برگشتی بود دو بار، ولی از هزارلا به اون ور فقط یه بار. هزارلا یه بار، شیردان یه بار، روده یه بار، مخرج یه بار. میگه ضمن گوارش یافتن میره به سمت بالا. بله محل اتصال معده واقعی و روده باریک متمایل به سطح پشتی بدن، پس ضمن اینکه گوارش میاد بعد هی اینجوری بره به سمت بالا، جواب میشه گزینه چهارم که میشه جواب تست ما. سوال بعدی یکی دیگه از حالات امیرزاده که میگه بخشی از دستگاه عصبی خودمختار که در فلان مرحله دستگاه گوارش به اون که دیگه غلبه داره، حالا چی جوریه وضعیتش؟ عجب سوال خفنیه این. نگاه قشنگ ساختار ذهنی تو میبره زیر ذره بین. آقا این بخش حرکتی رو کنکور خیلی دوست داره، تا الان کنکور نشیم دست روی این نذاره. میگیم آقا قسمت حرکتی بالا ساختارشو نوشته بودیم. آقا میاد میشه چی؟ میشه پیکری و خودمختار. به پیکری کار نداریم، میره سمت خودمختار. خودمختار یه سمپاتیک داره، یه پاراسمپاتیک داره. میگیم آقا هر زمان خواستی ببینی کدوم به اون که دیگه غلبه میکنه اینجوری بگو. فرض کن یه سگ الان میفته دنبال من. وقتی سگ میفته دنبالت میخوای فرار کنی، این میشه غلبه سمپاتیک. من میخوام فرار کنم، کدوم اندامان خون لازم دارن؟ قطعا مایچه اسکلتیم، میخوام در برم، قطعا قلبم. من میخوام برم سر جلسه امتحان، کدوم اندامم حالا خون لازم داره؟ مغزم. اما پاراسمپاتیک یعنی فرض کنم اونجا بخوام دراز بکشم بگیرم بخوابم، اونجا ببین چه اندامی بدم، اونجا گوارش داری دیگه. چرا؟ ریلکس بدنت میگه آقا گوارش کنیم. میگن آقا بعد از ورزش نرو، آقا بعد از غذا نرو ورزش کن، برای همینه دیگه. خب آقا پس گوارش در فعالیت شدیدش برعکس تقریبا میشه بگه اندام های حیاتی، در فعالیت شدیدش پاراسمپاتیک خرابه داره، در خاموشی نسبیش سمپاتیک بدن. خب حالا بریم بررسی کنیم. میگه چی؟ میگه آقا زمانی که پاراسمپاتیک سواره تو بدن، یعنی ترجمهش کردی دیگه، میلازی کنار، هدایت پیام بینایی به لبه پستری. غلط. آقا اینا حرکتی هن، اینا همشون حرکتی هن، کلن پیام به دستگاه عصبی مرکزی نمیبرن، فقط پیام بلدن بیارن بیرون. نکته کنکور بوده بارها، تو دام نرید. آقا قسمت بعدی چهار داشته باشه. خب قسمت بعدی یه فعالیت شدید دیگه بریم. میگه آقا در هنگام فشار روانی میشه پاراسمپاتیک، فعالیت شدید دیگه منجر به افزایش فشار خون میشه. غلطی ما رو سمپاتیکه، اینم میره کنار. آقا خاموشی نسبی میشه چی؟ سمپاتیک. در نور زیاد، خب تو نور زیاد چشم میبنده خودشو دیگه، سبب انقباض مچهای حلقوی عنبیه میشه. آقا اون کار پاراسمپاتیک بود، میخواست ریلکس کنه دیگه، چشم میبست، مچهای حلقوی مردانک رو تنگ میکرد، اینم میره کنار. اما آخری خاموشی نسبی میشه چی؟ بس سمپاتیک. میتونه با تحریک بخش از غده فوق کلیه، بله بخش مرکزیش، بیاد دو تا هورمون با اثراتی که مثل خودشه ترشح کنه. بله اپینفرین، نورپینفرین، اون به صورت هورمونی و این به صورت عصبی. اثراتش هم یکیه، گردش خون میبره بالا، تنفس میبره بالا، بدن رو حالت آماده باش نگه میداره. جواب گزینه 4. سوال بعدی، مرکز تنظیم کننده نوع واکنش دفاعی در خط دوم. واکنش های دفاعی خط دوم همه میاد تو ذهنت، میری تیکه دوم سوال. قسمت پایین مرکز تقویت کننده اطلاعات شنوایی، گفتیم پردازش اولیه اغلب پیام ها تالاموس، پردازش نهایی همه پیام ها مخ. خب
اولیه گفته ها تقویت کننده پردازش اولیه میشه چی؟ شنوایی تالاموس. میگه آقا چرا گفته اغلب؟ چون پیام های بویایی به تالاموس نمیدونم گفته شنوایی است، کاری نداشته. خب زیر تالاموس چی داریم؟ در قسمت پایینی تالاموس هیپوتالاموس داریم. هیپوتالاموس آیا به خط دوم دفاعی کار داره؟ بله. تب هیپوتالاموس در تنظیم دمای بدن نقش داره. دو تا افزایش دمای مفید داشتیم، پاسخ التهابی تب. پاسخ التهابی موضعیه، از هم به هیپوتالاموس کار نداره، خون رو میبره بالا یه جا جمع میکنه، گرما زیاد میشه. اما تب از توسط هیپوتالاموس. انعکاس های دفاعی دستگاه تنفس میشه حدسه، سرفه میشه چی؟ بستر نخاع. قسمت عقبی یکی از بطنهای مغز غلط کرد. خیلی از بطن یک و دو چی میشه؟ سه چی میشه؟ تعادل بدن میشه مخچه. در پایینی ترین قسمت مخ قرار دارد. آقا مخچه در پایینی ترین قسمت مخه، جور در میاد؟ رد شد رفت رد کارش. اصلا اگه میگفت مغزم غلط و ساقه مغز پایین تره، مرکز تنظیم کننده ریتم های شبانه روزی، باز نکته حواست باشه آقا، مرکز تنظیم کننده ریتم های شبانه روزی مرکز تنظیم کننده ملاتونین یا همون چیه؟ اپیفیزه. میگه آقا برای هیپوتالاموس هم یه گفته بود تشنگی، گرسنگی، خواب، این هم که مال خوابه. دقت کن، اگر گفتن مرکز اصلی تنظیم خواب، آقا میری اونور، اما ریتم شبانه روز اپیفیز میگه پشت بخش هایی از چی؟ مغز میانی قرار داره. غلطه، تو تشکیل مغز اینو خوندیم، بالاتر قرار گرفته. سال بعدی سال کیارش، سوالات موردی سخت آزمون که همونطور که در کنکور 99 هم از اینجور سوالات میدیدیم. آقا سلاح پیکری توی آدم بالغ که بتونن عبور از دیواره رگ ها داشته باشن، اول از همه سلاحی که بتونن دیاپدز داشته باشن، یعنی گلبول های سفید. دوم از همه گلبول های قرمز. چرا؟ آقا زمانی که میخوان بالغشن پاشن گمشن برن تو خون، زمانی که میخوان برن تو کبد و تعال تخریب شن. علاوه بر این دوتا متاستاز سرطانی ها فراموش نکن. گفته برخی رگ ها، نگفته همه رگ ها، نگفته رگ خونی که. خب آقا چند مورد فقط درباره گروهی از اینا، نگاه به این تعبیرها این چنین دست گذاشته، فقط درباره گروهی بعد درست باشه، یعنی اگه برای همه درست باشه غلط میشه. خب میگه سلای والدشون به تعدادی از ویتامین های محلول در آب نیاز داشته باشن. اینجا هم یه جمله دیگه، پیش از میتوزشون نقطه وارسی از سلامت دی ان ای اطمینان پیدا کنه. مورد اول و چهارم از ویژگی های گوش کن تقسیم طبیعی در انسان سالمن. یعنی چی؟ ما میگیم آقا برای تقسیم طبیعی به 12 و به 9 یعنی همون فولیک اسید نیازه. میگه اساس تقسیم طبیعی یاخته ایست، طبیعی ها. آقا ما میگیم آقا وقتی که این آدم بخواد تقسیم بشه نقطه وارسی ها رد میشه، بله، و موارد این چنینی. بیا برو. خب آقا این دوتا فقط در مورد گروهشون صادقه، بله، گربول سفید، گربول قرمز، چون اینا سرطانی هن، طبیعی نیستن. مورد دوم میگه سلاح از بافت پیوندی هن، جابجا کردن یون ها رو از عرض غشای خود داشته باشن. آقا همه سلاح زنده که جابجا یون ها از عرض غشا دارن گوده پیوندی باشن، گربول سفید پیوندی، گربول قرمز پیوندی، سرطانی اومد و پیوندی نبود، اومد و بود. خب آقا ما یه دونه سرطانی داریم پیوندی نباشه که. خب آقا بافت درباره گروهی درست باشه، بله، این مورد دوم هم درست میشه. اما مورد سوم غلط. میگه در قشر خود گیرنده برای پیک شیمیایی داشته باشن. تو پیک شیمیایی رو هم کوتاه برد تعریف میکنی هم دور برد، درسته؟ خب آقا دور برد مگه نمیشه هورمون؟ مگر نکته نخوندی همه سلول های زنده بدن انسان توانایی چی دارن که گیرنده پیک شیمیایی داشته باشن؟ چرا؟ آقا مگه همه اینا تحت تاثیر تیسه و تیچار نبودن؟ چرا؟ در قشر خود گیرنده برای پیک شیمیایی، این برای همه شون درست، این گروهی میخواد، غلط. آقا چند مورد صحیح جواب گزینه سوم. مورد بعدی چند مورد درباره دیواره سال نگار، خیلی سال قشنگیه. بخش سال همکیانه، این بخش از لوله گوارش انسان که محل آغاز گوارش شیمیایی پروتئین آمیلاز، این از اون نکته هایی که من پیش بینی میکنم کنکور بیاد ها، خیلی نکته قشنگه. دیواره بخشی از لوله گوارش انسان که محل آغاز گوارش شیمیایی پروتئین آمیلازه ها، نگفته محل آغاز گوارش شیمیایی خود آمیلاز، نه، اونجایی که تو آمیلاز رو خودش رو میخوای بری تجزیه کنی، یعنی آمیلاز
خودش پا میشه میره چیکار میکنه؟ میره کربوهیدرات ها رو نشاسته رو تجزیه میکنه. حالا تو میخوای بری خود آمیلاز رو تجزیه کنی، کجا تجزیه میکنی؟ معده. آقا دوبارم تو کنکور اومده وقتی بحث آنزیم ها میشه، مثلا میگه آنزیم های معده، آنزیم های دهان میره تو معده تجزیه میشه. وقتی میگه چند بار در تا با آنزیم های روده درسته است، حالا صفرا که آنزیم نداره، آنزیم خود روده است، آنزیم پانکراس است، آنزیم معده هم هست، یعنی علاوه بر روده و پانکراس معده هم آنزیماشو میفرسته به روده، به همراه غذا میره دیگه، ولی اونجا تجزیه میشه. حالا آنزیم دهان میاد تو معده تجزیه بشه. الان دیواره معده رفت زیر ذره بین، هر لایه که سیناپس داره، گفتیم همه لایه ها سلول عصبی رو داره، رشته عصبی رو داره، سیناپس رو داره، شبکه عصبی رو فقط دو تا لایه داره، اما اینا رو دارن همه لایه ها. میگه فاقد سلول ترشح کننده بیکربنات در معده، ما سلای پوششی سطحی بیکربنات ترشح میکنن که جزء لایه مخاطیه. هر لایه که جزئی از روده بنده، درست شد؟ حالا بحث روده بند که گفت در کل حفره شکمی هست، لایه بیرونی گوارشی رو هم میگیره، خب پرده صفحه. یا دارای سلول های بافت پوششی غده ایست، اون بیرونی غده ای در معده فقط مخاطه. باز اگه روده بود زیر مخاط و مخاط جفتش بود، ولی در معده دیگه فقط مخاطه. میگه هر لایه که سلول دوکی شکله، سلول دوکی شکل تعبیر ماهیچه صافه، خیلی تعبیر قشنگیه. آقا به سه شکل دیده میشه، بله، طولی، حلقوی، مورب، چون معده درسته، اوکی. میگه ممکن نیست دارای غده باشه، بله، گفتیم غده فقط مخاط در معده. هر لایه که بافت پیوندی سست داره میشه همش، همشون داره. سلولای با قابلیت تولید نوع پک شیمیایی، گفتم آقا کوتاه برد میشه، دور برد هم میشه. پک های شیمیایی کوتاه برد چیاست؟ میگیم ناقل عصبی هست، آقا اینترفرون نوع 1 عرض کنم هست، اینترفرون نوع 2 هست، عامل رشد زیر محل زخم هست، موارد دیگه‌ای مثل عرض کنم خدمتتون حالا پک های شیمیایی فراخوان میتونه باشه و و و و. الان اینجا بحث ما اون نیست، اوکی. اما الان مگر ناقل عصبی بگی شیمیایی کوتاه برد نیست؟ بله درست. حتی اینترفرون نوع 1 هم در حالت ویروسی میشد این رو زد، جواب میشه گزینه دوم. آقا مورد بعدی تسمکیان چیه؟ میگه به طور معمول در انسان بعد از فلان جنینی اتفاق میفته. خیلی سوال خوبیه. آقا ایجاد ویژگی های بدنی قابل تشخیص، خب همه اندام های اصلی شروع به عمل میکنن. خیر، این جمله غلطه، این همه کارو خراب میکنه. ایجاد ویژگی های بدنی قابل تشخیص و این ترتیب زمانیش غلط. تشکیل اندام ارتباطی رحم و بند ناف جفت، تمایز سلای مجاور تروفوبلاست، یعنی چی؟ یعنی ایجاد لایه های زاینده جنینی. خب میگه آقا لایه های زاینده جنینی صورت میگیرن، اینا همزمان با همه، این گفته بعد از، غلط. مشخص شدن اندام های جنسی، اوکی. آقا در قسمت انتهایی، در قسمت های از بخش مبادله ای نیروی بین مولکولی آب کاهش پیدا میکنه، این زیر سر سورفاکتانت دیگه، سورفاکتانت میاد و نیروی بین مولکولی آب، نیروی همچسبی مولکول های آب رو کاهش میده. خب این مگر در اواخر دوران جنینی نبود؟ چرا؟ بارها بهتون تاکید کردم آقا این نکته رو وردار ببر، یکی این، یک قسمتی از فصل یک دوازده، این دوتا رو ببر تو فصل هفت ترکیب کن. مثلا ما در فصل هفت خوندیم در انتهای سه ماه سوم بعد جنین میتونه مستقل زندگی کنه بیرون، مستقل از مادر، درسته؟ ولی نه اینکه فکر کنی پا میشه جنین راه میره، نه، اولین مشکلی که خواهد داشت این مشکل تنفسی و بحث سورفاکتانت خواهد بود. میگه تشکیل سرخ رگ های بند ناف، خب این مورد سوم که درست شد، چون اواخر دوران جنینی هم که خب ما سوم بود، تشکیل سرخ رگ های بند ناف، تشکیل عملکرد صحیح سلای قلبی رو میبینیم، ماهیچه اسکلتی رو نمیبینیم. آ جفت و بند ناف اینا که از هفته دوم بعد از لقا شروع میکنه به تشکیل، اوکی. عملکرد صحیح سلای قلبی رو تو سونوگرافی میبینیم، مگر نمیتونستیم تشخیص بدیم که اندام های حرکتی در جنین سالم یا نه؟ خب پس ما چه اسکلتی هم میدیدیم که جواب گزینه سوم. سال بعدی دوباره امیررضا، آقا درباره بخشی که وسیله شیپور استاش با گوش میانی ارتباط پیدا میکنه، شیپور استاش با گوش میانی ارتباط پیدا کنه میشه حلق، همون جایی که چهارراهی حلق رو خیلی براش گفتیم. میگه آقا چند مورد درست میشه؟ محلی که دستگاه عصبی روده ای، غلط، دستگاه عصبی روده ای از مری تا مخرج. محل انعکاس بل، آقا محل آغاز این، حالا توی چاپ خدمت شما اینجوری شده، خب محل آغاز بل، غلط، بل میشه دهان، غذا رو وارد مری میکنه تا حرکات کرمی، حرکات کرمی از خود حلق شروع میشه. پس سه تا نکته رو بیا دوباره، اگر گفتن بل میگی دهان تا مخرج،
دهان تا معده. اگر گفتن حرکات کرمی میگی چی؟ میگی حلق تا مخرج. اگر گفتن دستگاه عصبی روده‌ای میگی مری تا مخرج. پس این سه تا رو ابتدا و انتهاشو بلدی. اما مورد بعدی، جانداری که قیف مژگدار داره چیه؟ جانداری که چی؟ متانفری داره. نوع جانداری که متانفری داره میتونه حلق داشته باشه. بله، کرم خاکی حلق داره، خوندیم. جانوری که حاوی سل شعله‌ایه چی؟ پروتونفریدی. پروتونفریدی سل شعله‌ای داشت، پلاناریا. حلق نداره که حفره گوارشی داره. بله، جواب گزینه دوم. سال بعدی بحث تقسیم، کدام دو مورد در یک مرحله از میتوز میاد و حالا روی نمیدهد؟ تخریب رشته دوگ و کاهش فشردگی. خب بیشترین فشردگی و تجزیه شبکه آنوپلاسمی، حرکت کروموزوم ها به قطبین، کوتاه شدن رشته های دوک و جدا شدن دو مولکول دنا، دو برابر شدن کروموزوم ها. مرحله می نویسم. آقا اولی رو من تو پروفاز می بینم، درست شد؟ ببخشید عذرخواهی می کنم، اینو پاک کنم. اولی رو تو تلفاز می بینم. خب دومی، بیشترین فشردگی کروموزوم تجزیه شبکه آناپلاسمی، دو تا با هم نیست. بیشترین فشردگی کروموزوم کجا میبینم؟ متافاز. تجزیه شبکه آناپلاسمی رو کجا میبینم؟ پرو متافاز. غلط، جواب گزینه دوم. حرکت کروموزوم ها کوتاه شدن رشته های دوک، آنافاز. بله میبینم. آقا جدا شدن دو مولکول دنا، دو برابر شدن کروموزوم ها. اگر می نوشت دو برابر شدن مولکول های دنا میشد اس، اما گفته جدا شدن کروموزوم ها، باز هم چی میشه؟ بحث آنافاز، جواب گزینه دوم. خب بعدی، آقا چند مورد در ارتباط با هر مرکز عصبی که بر مرکز تنفس بصرانخا میاد و تاثیر میذاره و مهارش میکنه؟ هر مرکز عصبی که عصبی تنفس در بصرانخا رو مهار میکنه. همین امروز گفتیم بلع خود بصرانخا میشه، درست شو؟ این هره کارو خراب میکنه. چی؟ پل مغزی هم میشه. الان اولی مدت زمان دم رو تنظیم میکنه، بله بصرانخا. قطورترین بخش ساقه مغز، بله بصرانخا. پیام حسی رو از گیرنده‌های دیواره ناژه ها دریافت کنه، بله بصرانخا. ولی مورد دوم، بر فعالیت گروه از عضلات مخطط مؤثر باشه. این برای همشون درست میشه، نادرست رو میخواد. جواب گزینه سوم، اینو یادت رفت دور تست رو خط بکش، خرابش کردی. مورد بعدی، نگاه میگه یک یاروی میان ساله. گفتم وقتی بحث انسان و تستای جانوری شد چهار تا پارامتر رو بررسی میکنی. چی؟ یک تعداد. وقتی میگه یک انسان نباید بگه قدرت تیروئید. دو جنسیت. وقتی میگه مرد، وقتی میگه مثلا مرد نباید بگه تختان. وقتی میگه گاوه نر نباید بگه پستانهای چهار قسمتی. مورد سوم، بحث وضعیت، سیگاریه، نمیدونم عرض کنم خدمتت، تراکم چربیش بالایه، الکلیه، بارداره، چجوریه؟ چهار بحث دوره زندگی. آقا این الان بچه است، بالغ، نوزاد، میانساله، پس دوره زندگی شما من داده. آقا جواب میخواد ببینه کدومش ممکن نیست. از رو همون دوره زندگی میرم میگردم جایگزینی سلات در صفحات رشد. این بعد از سن رشد دیگه ما صفحه رشدی نداریم که. جواب همینه. حالا بقیه رو نگاه شد راحت میزنم. آقا این یارو چاقه، اوکی چاقه دیگه. خب افزایش ماده حاصل از تخریب نوعی پروتئین در بافت ها، میاد میره سنگ صفرا میگیره، بعد اون بیلیروبین که حاصل تخریب هموگلوبینه تو بافتاش زیادش یرقان میگیره، رسوب ماده حاوی پروتئین، لیپوپروتئین ها رسوب پیدا میکنه، سرطان میگیره. چاقه از عامل ایجاد سرطان، سرطان میگیره، متاستاز زیاد میشه. تموم شد. جواب گزینه دوم. چرا عادت کردی؟ اوکی بعدی، میگه حشرات. این از اون تستایی بعد بری روش، این از اون تستایی که بد دام داره. میگه در ساختار هر گیرنده شیمیایی موجود در موهای حسی روی پاهای مگس، عین تعبیر کتاب درسیه، عین تعبیر. میگه دندریت ها، من اینجا گفتم هر گیرنده، دندریت ها ندارم، جمع و افراد یه سال درمیان تو کنکور هست، بدون انشابند، از محل متفاوتی هم با آکسون منشعب میشن، ولی دندریت ها نیست، یه دندریت یا آکسون. میگه در زنبور نر، زنبور نر انه، وقتی انه یعنی چی؟ یعنی ایکس ان مساوی با ایگرگ، داره ایکس رو به من فرد میده، یک دون است دیگه، پس میوز نداره، وقتی میوز نداره تتراد نداره. تموم شد. هر حشره که رابطه همزیستی داره، میگه نوع گردافشان، اصلا شاید مضر بود، نوزاد پروانه مونارک، آفت تنباکو، همزیستی رو بکنه همیاری، نگاه فرق داره با هم ها، بکنه همیاری، بازم غلطه. مورچه درخت آکاسیا، زنبور وحشی. اوکی
میگه در ساختار نایدیسا مثل لوله مالپیکی آب داری. آقا لوله مالپیکی رو مگه نگفتیم ساختارش اینجوریه؟ ترشح، اسموز، ترشح. ترشح پتاسیم و کلر رو داری، بعدش اسموز آب رو داری، آنها بس لوله مالپیکی آب می‌بینی. آقا نایدیس آب داره یا آب نداره؟ مگر نباید گازها جابجا بشن؟ پس قطعاً آب داره. اوکی. تست پارسال کانون بوده. اصلا یه چیز دیگه بگه. مگه نمیگه منافذ تنفسی ابتدای اون باعث میشه آب هدر نره معمولاً؟ چرا دیگه؟ وقتی میگیم معمولاً باعث میشه آب هدر نره، یعنی آب داره که نمیذاره هدر بره دیگه. جواب درست. چند مورد نادرسته؟ 3 مورد. میریم مورد بعدی. فعالیت قلب. فعالیت قلب. اینو بچه ها کارگاه دومی ها را اگه بودید راحت میزهید. تست سامان عجب تستیه. آقا در فاصله دو شنیدن متوالیه بسته شدن در چای قلب یک نوار تشکیل میشه. گفتم آقا یک صدای اول دارم، یک صدای دوم دارم، فاصله بین دو صدا یا اینه یا میشه اون تیکه دیگه از دوم اولی. خب هیچ کدوم اینا یک نوار قلب نمیشه که. یکیش 3 دهم، یکیش 5 دهم ثانیه. اینا باید چیکارش کنه؟ باید بکنه 3 شنیدن متوالی. غلط. قلب تو هر انسانی دو نوع صدا داره، پوم قوی گنگ طولانی تر، تاک کوتاه وازه. نه، به شرطی که این یارو سالم باشه. گفته هر انسانی. غلط. دریچه‌های دهلیزی بطنی نقشی در جلوگیری از ورود خون دهلیز به بطن ندارن. کاملا درسته، این جمله کاملا صحیحه. آقا دریچه‌های دهلیزی بطنی در جلوگیری از ورود نقشی ندارن. گفتم وظیفه دریچه یک طرفه کردن جریانه، وظیفه دریچه ممانعت از بازگشته. پس هیچ دریچه جلوی ورود رو نمیگیره. بله، در مرحله اول خط کتاب باید بلد باشه. اون نکته بود که تو کارگاه گفتم نگرش میدارم. مرحله اول چیه؟ استراحت عمومیه. مرحله اول استراحت عمومی تعریف کرده، میگه دهلیزا در حال انقباضن. غلط. جواب گزینه سوم. سال 25، سال مرنگار. آقا اینو داشته باش. اومده از یکی از سسای کنکور الگو گرفته، میگه پس از ارتعاش استخوان چککشی. این اتفاق قبل از اونه، پس قطعا باید بعد از ارتعاش استخوان چککشی باشه. دام تست اینو میزنیم کنار. پرده انتهای مجرای گوش میشه سماخ. پرده سماخ ارتعاشش قبل از ارتعاش استخوان چککشیه. پس این جمله هم غلط میشه. همون ستای دیگه. آقا آزاد شدن رو بگی شمای کوتاه برد قبل از باز شدن کانال های یونی قشای سلولای عصبی. اتصال ناقل های عصبی به گیرنده خود بعد از باز شدن کانال های یونی قشای سلولای مژک داره. و مورد سوم، لرزش مایع درون بخش حلزونی قبل از خم شدن مژک های سلولای عصبی. اینا رو باید بررسی کنیم. نگاه، اینا همش بعد از استخوان ارتعاش استخوان چکشی. چیکار میکنیم؟ میگیم آقا، میگیم آقا قبل از باز شدن کانال‌های یونی قشای سلولای عصبی، خب یعنی قشای گیرنده ها، آیا پیک شیمیایی کوتاه‌برد آزاد میشه؟ بله، ناقله میره. درسته. خب این جواب. میگه آقا چی؟ آقا قبل از باز شدن کانال‌های یونی قشای سلولای مژک‌دار یعنی گیرنده ها، اتصال ناقل عصبی داره. ناقل عصبی از کجا می‌خوایم بیاریم؟ تازه اینجا گیرنده شده دیگه. غلط. اینجا گفته مژک‌های سلولای عصبی کلا نداریم. غلط. میریم تست بعدی. فصل 1 10، تست خانم اکبری آقا سوختای زیستی. عیناً خط کتاب درسی تو سوالات ساده. میتوان از روغن گیاهی تصویر شده تواکنش شیمیایی به دست آورد. پس از سوختن فرآورده تولید میکنه که گرمایشه، که افزایش هم باعث گرمایش زمین میشه. بله. مواد سرطانزا ندارد، باعث بارون اسیدی نمیشود. درسته. نمیتونیم از گیاهانی که سلولوز زیادی تولید میکنن به دست بیاریمش. نه، اینو میتونیم. چی گفته نمیتونیم؟ جواب گزینه 4. 27 سال سامان. باز دوباره نگاه خطی چقدر قشنگه. تقسیم بندی انواع بافت های مایچه‌ای به دو نوع تند و کن بر اساس سرعت انقباض. بافت نیست، سلول اینجوری تقسیم بندی میکنی. نمیتونیم بگیم تمام سطح جمجمه رو مایچه پوشونده. بله، طبق شکل کتاب صفحه اول گفتار دوم فصل 3، به جز انعکاس ها فعالیت مایچه اسکلتی همیشه ارادیه. خیر. میگه انعکاس ها نمونه از انقباض غیر ارادی این مایچه هاست. خب این جمله هم غلط میشه. و آخریش، در هنگام انقباض مایچه اسکلتی گفته غلظت کلسیوم در سیتوپلاس بیشتر از شبکه آناپلاسمیه. آقا مگر در پایان انقباض با انتقال فعال بر نمیگرده؟ چرا؟ پس غلظت کلسیوم همیشه در شبکه آناپلاسمی بیشتر خواهد بود. نکته رو بنویسید بچه ها. غلظت سدیم و پتاسیم سلولای عصبی و کلسیوم در سلول مایچه‌ای کلا تغییر نمیکنه، چون میگه بعد از انقباض هنوز با انتقال فعال برمیگرده تو شبکه آناپلاسمی، یعنی هنوز تو شبکه آناپلاسمی بیشتره. مثلا اگه قبلا بوده آقا 110،
الان شده چی؟ الان شده مثلا 60-50 ولی هنوز این تو بیشتره. اوکی؟ خب مورد بعدی باز سوال سامان عجب سوالی چند مورد در تاب فرایند لقا نادرست است. مورد اول میگه برود مایع معنی برحم تعداد زیادی از اسپرم ها میره، نه تعداد کمی میره. خط کتاب برای تشکیل جدار لقایی ریسکیسه های حاوی آن به لای داخلی وارد میشن. خیر، ریسکیسه حاوی آن که به لای داخلی وارد نمیشه، محتویاتش وارد میشه. این هم ردش. اما دوتای دیگه میگه ضمن عبور اسپرم از لایه خارجی تا رکتن پاره می شود، تا آنزیم های لایه داخلی را هضم کند. این مورد درستیه. میگه بعد از جایگزینی پردهای محافظت کننده آمنیون و کوریون تشکیل میشه که مهمترینش هم همین دوتاست. درسته، اما جفتشو اینجا غلط میگیریم. چرا؟ آقا اینا توی فرایند لقا نیستند. فرایند لقا خط کتاب زمانی آغاز میشه که قشهای اسپرم به قشهای اوسیت ثانویه برخورد کنه. اصلا توی این فرایند لقا آغاز نشده. اینجا جایگزینی لقا تموم شد رفت. جواب گزینه چهارم. دام تست رو حواستون باشه. سال بعدی نوار قلب و مهنگار. آقا در یک انسان سالم و در حال استراحت 0.2 بعد از موج آر، موج آر میشه چی؟ ثبت موج آر رو شما بگیرید، شروع انقباض بطن. 0.2 بعدش هنوز تو انقباض بطنی. میگه حجم خون بد در حال افزایش است. خیر، منقبض میشه میریزه تو رگ در حال کاهشه. 0.3 بعدش، یعنی دیگه اون تهش، طولانی ترین موج قلبی، یعنی تی کامل ثبت شده، نه اون تهشیم. 0.1 قبلش، یعنی انقباض دلیزی، فشار بطن چپ مثل آورت داره زیاد میشه. آورت برای چی باید زیاد بشه؟ آورت داره کم میشه. تو متن کتاب در جدول ثابت کشیده باختر فشار کمینه، وگرنه کسیم کلا داره کم میشه. 0.3 بعدش میشه ته حالا انقباض و اول استراد. نزدیک ترین دریچه به سطح شکمی، گفتیم آقا کارگاه دیروز از دست نده، نزدیک ترین دریچه به سطح شکمی چی میشه؟ میشه دریچه سینی ششی. اصلا حالا سینی باشه آقا بسته خواهد شد. بله، جواب گزینه چهارم و آخرین تست. هر نوع لنفوسیت تی، آقا لنفوسیت ها پرتکرارترین سلای خونی کنکورن. هر نوع لنفوسیت تی ترشح پرفورین آنزیم همشون ندارن کمک کننده، در سطح خود داره گیرنده هایی باشد که همگی یک نوع اند. آقا الان مثلا لنفوسیت تی که حالا بالغه، بی که بالغه، یک گیرنده داره پاتن، گیرنده آنتیژنی. اوکی، یه گیرنده دیگه داره، گیرنده تیرویدی که نگفته گیرنده آنتیژنش همگی از یه ناگه، گفته گیرنده ها از یه نا باشن. غلط. بالا شدن به اچ‌آی‌وی اینترفرون یک سلای ویروسی ترشح میکنن، فقط برای کهنه صادق میشن. اما مورد دوم همشون از سلول پیوندیان، حالا یا حاصل تقسیمن یا حاصل تمایزن. امیدوارم که استفاده کرده باشید. مرسی از همه بچه‌هایی که حالا در خدمتشون بودیم و وقتشون گذاشتن. از همه بچه‌هایی که توی تحویل آزمون و بحث گزینشش کمک کردن ممنونم. آزمون پلی بود، امیدوارم که استفاده کرده باشید، تحلیل کامل گوش داده باشید. همون دعای همیشگی، امیدوارم که از تک تک لحظات زندگیتون لذت ببرید. خدا نگهدارتون.